سلام و درود بر تنها خدا و خالق این جهان هستی. خیلی خوشحالم که دعوت ما رو قبول کردی. متاسفانه به نظر میاد که یکی از بنده های پاک دامنت به اسم زیگیو که خیلی هم روی فضای مجازی فعال بود و تبلیغت میکرد و پیجشو بستن و شاید دستگیرش کرده باشن. بله متاسفانه باید بگم که این خبر کاملا درسته و زیگیو که یکی از بنده های مورد علاقه من روی کره زمین بود و توی ایران پیجشو بستن و دنبال اینن که دستگیرش بکنن. یکی از سوالایی که ذهن منو خیلی از دنبال کننده های زیگیو به خودش مشغول کرده اینه که اگه شما واقعا خالق این دنیا هستید چجوری نمیتونید از زیگیو حمایت بکنید و جلوی زندانی شدنش رو بگیرید؟ سوال خیلی خوبیه، جواب خیلی خوبی هم داره. والا من خودم هم از این ایرانی ها توی تعجبم که چجوری همچی بندهایی رو خلق کردم. واقعا جهنم بابای خود ایرانه. من نمیدونم که اینا چرا از خود پیامبر که من فرستاده بودمش هم جلوتر زدن. اینا فکر میکنن که الان ایلان ماسک اومده آزادی بیان تو دنیا رو انداخته. من خودم قبل از همه اینا تو کتاب نوشته بودم که لایک رو فدی هیچ کدومشون گوش نمیدن، هر کاری میخوان بکنن و میکنن، هر کیم مخالفشون حرف میزنن میرن پیجشون میبندن. پس با توضیحاتی که شما دادین هیچ دلیلی برای اینکه زیگیو، امیر تتاری یا خیلی های دیگه توی ایران توی زندان باشن وجود نداره؟ چرا به شکل مستقیم هیچ کمکشون نمیکنی؟ مثلا یه عزای بفرستی و ریشه همه اینا رو بکنی؟ سوال خیلی خوبیه، جواب خیلی خوبی هم داره. من بعدا حتما توی کپشن جوابشو به تو میگم. پس سوال من اینه که چطور تمام اماما در مکه و عراق هستن، امامزادا در ایران دفنن؟ همه این همه امامزاده آجی بشمونین ناموسن، خود اماما بیشترن. خیلی از دنبال کننده ها معتقدن که شخصیت و کاراکتر خداوند توی ویدیوهای زیگیو همیشه تفره میره و هیچ وقت نمیخواد یه جواب قانع کننده بده. به خاطر همینم خیلی ها معتقدن که اصلا زیگیو توسط خود خداوند پیجش بسته شده، چون هیچ کاری تو این دنیا بدون مشیت الهی قابل انجام نیست. تو هم داری خیلی دیگه با تو از گیریم به دراستن میکنی یا به من گفتی بیا یه مصاحبه انجام بدیم، سوالش ساده میپرسم سراتش هم بیا تموم بشه بره، برای ما نبودی این من سوال فلسفی بپرسی. ببین پسر گور، برای هر سوال فلسفی هم که میپرسی من اصلا یه جواب دارم، اینقدر به من شبهه وارد نکن. اگر زور میام تو این دنیا به کسی میشه به خاطر اینکه بعد امتحان پس بده و بعدم توی دنیای آخرت همه عادلانه بینشون قضاوت میشه. بنابراین اگر این دنیا ظالمانه خلق شده چه تضمینیه که زندگی پس از مرگم ظالمانه نباشه؟ الو صدای من میاد؟ فکر کنم آنتنو به هم خورده. الو میرم کجا میخواین بریم؟ فقط حقیقت رو بگیم.